امشب در 24 اسرائیل در آماده باش برای حمله احتمالی ایران، آمریکا در حال افزایش نیرو در منطقه. بایدن گفته انتظار داره ایران به زودی به اسرائیل حمله کنه. سی بی اس گزارش داده احتمالاً تهران به زودی با ده ها موشک و پهپاد حمله خواهد کرد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته واشنگتن تهدیدهای ایران رو واقعی میدونه. وزیر دفاع اسرائیل میگه این کشور میدونه که جواب حملات احتمالی ایران رو چطور بده. گزارش اختصاصی روزنامه تایمز در مورد حمایت مالی جمهوری اسلامی از حماس. تهران در فاصله سالهای 2014 تا 2020 دست کم 222 میلیون دلار به حماس پرداخته. و جمهوری اسلامی مسئول بمبگذاری آمیا و سفارت اسرائیل خوانده شد. دادگاه تجدید نظر کیفری آرژانتین حمله به مرکز یهودیان این کشور رو جنایت علیه بشریت خونده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، خبری فوری داریم در مورد تنش‌های فعلی بین ایران و اسرائیل. همین لحظات پیش جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پاسخ به خبرنگاران در مورد اینکه حمله احتمالی ایران در واکنش به حمله اسرائیل به کنسولگری این کشور در دمشق کی خواهد بود، گفته انتظار میره ایران به زودی حمله کنه. 11 شب در تهران و 10 و نیم در اسرائیل، جایی که ارتش و نیروهای امدادی برای حمله احتمالی ایران در آماده باشند. آمریکا یک ناو جنگی رو با قابلیت‌های پیشرفته دفاعی و رهگیری به سواحل اسرائیل نزدیک کرده و به نیروهاش در اسرائیل هم گفته ممکنه حمله بدون اطلاع قبلی صورت بگیره. سخنگوی کاخ سفید گفته تهدید ایران قابل اجراست و آمریکا در حال بررسی وضعیت نیروهاشه. همزمان سی بی اس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ممکنه حمله بزرگ ایران علیه اسرائیل به زودی و حتی در ساعات پیش رو انجام بشه. مقامات آمریکایی گفتن حمله احتمالاً با بیش از 100 پهپاد و ده‌ها موشک با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی اسرائیل در داخل خاک این کشور انجام میشه. بر اساس این گزارش دفاع در برابر چنین حمله‌ای برای اسرائیل چالش برانگیزه، چون اونها تصور می‌کردن ایران حمله‌ای در مقیاس کوچکتر انجام بده. وال استریت ژورنال هم به نقل از منبع آگاه در تل آویو گزارش داده اسرائیل برای حمله مستقیم ایران به جنوب یا شمال اسرائیل که ممکنه طی 24 تا 48 ساعت آینده اتفاق بیفته آماده است. اما در همین گزارش به نقل از یک منبع نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی نوشته طرح‌های حمله در دست بررسی هستند، اما تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده. همکارانم مهسا مرتضوی از تورنتو و آرش علایی از کنگره با ماست. با آرش شروع بکنیم. همین چند دقیقه پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت که انتظار داره حمله ایران به زودی صورت بگیره. خب منابع اطلاعاتی که آمریکا دارد دو روز است که در واقع هی هشدار میدهند. چراغ‌ها همه قرمز هست، آژیر خطر به صدا در آمده است. ولی در این حال هم به نظر میاد یک راحتی خیالی هم آمریکایی ها دارن که قرار نیست وارد این جنگ بشود. به نظر میآید ما قبلا هم شنیده بودیم چند ماه پیش و موقعی که فکر میکنم ماه ژانویه بود که اطلاعاتی در اومده بود در مورد اینکه دو ماه قبل از اون کاخ سفید به طور مخفیانه با مقامات ایرانی در عمان دیدار داشته است. برد مک‌گرک رفته است با ایرانی ها پیغام پسخان داده است. تعجب نخواهیم کرد اگر بشنویم بعدها چند ماه دیگر بیان بگویند که کاخ سفید در طول این مدت در حال پیغام پسخان بوده است و گزارش مطبوعات هم این رو نشان میدهد. غیر از اینکه تلاش های دیپلماتیک بسیار شدیدی دارد، وزارت امور خارجه آنتونی بلینکن زنگ زده است به همتایان خودش در چین، در عربستان سعودی، در ترکیه، سعی کرده است از طریق اونها فشار بیاورد به جمهوری اسلامی برای اینکه به نوعی از گسترش تنش و جنگ در منطقه جلوگیری بشود. این کارهایی است که آقای بلینکن انجام داده است. از اون طرف لوید آستین وزیر دفاع دیشب پنجشنبه شب زنگ زده مستقیم با همتای اسرائیلی صحبت کرده است، اطمینان داده است آمریکا دفاع خواهد کرد از اسرائیل در مورد هر گونه حمله خارجی. و همونجور که تو گفتی وال استریت ژورنال در بخشی از مقالش به نقل از منبعی که میگوید نزدیک به رهبر ایران است میگوید گزینه‌ها را آیت الله خامنه‌ای جلوی میزش گذاشته شده است ولی هنوز تصمیمی نگرفته است. حالا اینکه منبع کی بود است، چگونه وال استریت ژورنال اینقدر تونسته بشه اعتماد کنه که در مورد این گزارش بنویسه،
خیلی بعید پس میدونیم که در بیت رهبری در ایران اعتقادی به آزادی مطبوعات، آزادی بیان ندارن. بنابراین اگر یک حرفی هم دارن میزنن برای تحت تاثیر قرار دادن جهان است، به صحبت‌ها و گفتگوهایی که از افرادی که ادعا میکنن از طرف بیت رهبری جمهوری اسلامی میاد خیلی نمیشود اعتماد کرد. اما بالاخره ژورنال تصمیم گرفته است اعتماد بکند در این مورد. نشریه اکسیوس میگوید که جمهوری اسلامی در حال پیغام پسخام دادن است به آمریکا. اکسیوس میگوید بیشتر این پیغام ها از طریق سفارت سوئیس، دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران فرستاده شده، برخیش از توسط متحدین عرب آمریکا فرستاده شده. اون پیغامی که متحدین عرب فرستادن میگویند که امریکا از درگیری بیرون بمونه اگه نمیخواد به نیروهاش حمله بشه در منطقه. و الان هم میدونیم جنرال اریک کوریلا فرمانده سنتکام در اسرائیل از خبرنگارا ازش پرسیدن مشخص نیست آیا منظور ایران این است که اگر آمریکا کمک کنه به اسرائیل در مقابل این حملات برای دفاع هم جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی حمله خواهد کرد، یا اگر بعد از حمله ایران آمریکا و اسرائیل دوتایی با هم تصمیم میگیرن به ایران حمله کنن ایران واکنششون خواهد داد. و اینجا هم جان کربی مشاور راهبردی آقای بایدن و رئیس ارتباطات استراتژیک کاخ سفید بارها و بارها در این مورد ازش سوال شد در کاخ سفید چند ساعت پیش، در پاسخ به خبرنگاران چنین گفت: فقط میتونم بگم ما این موضوع رو از خیلی نزدیک دنبال میکنیم. هنوز تهدید بالقوه ایران رو واقعی، دوامدار و قطعا معتبر میدونیم و ما تا جایی که بتونیم اونو از نزدیک بررسی میکنیم. در گفتگو با همتایان اسرائیلیمون در حال حاضر تمرکز ما بر اطمینان از اینه که اونا به اونچه که نیاز دارن دسترسی دارن و قادر به دفاع از خودشون هستن. بخشی از صحبت‌های جان کربی بود. اگر همین الان به ما پیوستی دوباره تکرار می‌کنم، رئیس جمهوری آمریکا همین دقایق پیش گفت انتظار داره ایران به زودی به اسرائیل حمله کنه. همچنان با آرش علایی در کنگره آمریکا و همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو هستیم. مهسا، از واکنش‌های دیگر کشورهای غربی بگو در این ساعت‌های گذشته. فرداد، اون آرامش خیالی که آرش بهش اشاره کرد که آمریکا داره در کانادا به چشم نمیخوره. در کانادا در رسانه معتبر سی بی سی که یکی از معتبرترین رسانه‌های کانادایی هست امروز صبح خبر خودشون رو با این موضوع شروع کردن که تنش‌ها تهدیدآمیزتر از قبل شده و با توجه به استنادی که داشتن به خبرهای جهانی و همچنین صحبت‌های مقامات در سراسر جهان، این نتیجه‌گیری رو کردن که حمله احتمالی ایران بین 24 ساعت تا 48 ساعت آینده، البته از همون صبح که این خبر منتشر شد، قرار هست انجام بشه. بررسی هایی که سی بی سی انجام داده بود این نتیجه رو گرفته بود که احتمالاً این حمله به داخل خاک اسرائیل نخواهد بود، احتمالاً پایگاه های نظامی یا مرکز دیپلماتیک اسرائیل در خارج از خاک اسرائیل و در منطقه مورد هدف جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت، چیزی که نگران کننده هست برای کانادا که آتش جنگ رو در منطقه گسترده تر از قبل هم بکنه. در ادامه دولت کانادا هم مثل خیلی از کشورهای دیگه از شهروندان خودش خواسته تا به سفرهای غیر ضروری به ایران نرن. در سایت رسمی کانادا هم اگر نگاه بکنی شرایط ایران قرمزه و اجازه سفر رو نداده، گفته سفر نکنید به ایران. به صورت خاص از وزارت امور خارجه کانادا خواستم تا در مورد سفرهای شهروندان ایرانی کانادایی نظر بده، چیزی که میدونیم از ایرانی کانادایی های زیادی که اینجا هستن خب به صورت نرمال به ایران سفر میکنن و خب باعث نگرانی هستش الان شرایطی که منطقه داره. و خب وزارت امور خارجه کانادا هم تایید کرده که این موضوع برای اونها هم نگران کننده هست و قرار هست ساعتی آینده به من پاسخ بدن و نظرات خودشون رو در این مورد هم ابراز بکنن. همونطور که دیروز هم در همین برنامه به این موضوع پرداختیم، سفارت پیشین کانادا هم که در مجاورت سفارت ایران بوده در دمشق در حمله‌ای که به سفارت ایران شده مورد آسیب قرار گرفته. خب این نگرانی کانادا رو هم بیشتر میکنه به دلیل اینکه از این حمله هم بی اطلاع بوده. حالا اقدامات بعدی اسرائیل هم میتونه برای کانادایی‌ها نگران کننده بوده، یعنی در واقع کانادا از این تنش‌ها بی‌نصیب نبوده در این مدت. و خب با توجه به اینکه از 7 اکتبر تا به حال کانادا نگران گسترده تر شدن وضعیت جنگی در منطقه هست، حالا با توجه به اینکه ایران داره به این معادله اضافه میشه، نگرانی هاش از ناپایداری این منطقه بیشتر هم داره میشه. فرداد، ممنونم از هر دوی شما، مهسا مرتضوی از تورنتو و آرش علایی همکار دیگرم از کنگره آمریکا.
خبرنگار دیگر ما در تل آویو بابک اساقی هم میگه ساعتی پیش کابینه جنگی اسرائیل برای بررسی تهدیدهای ایران با حضور نخست وزیر و وزیر دفاع تشکیل شد. اسرائیل امروز یکی از حساس ترین شبهای خودش را در طول تاریخ میگذرونه، شبی که امکان داره که برای اولین بار برخورد و نزاع و جنگ مستقیم بین دو کشوری که تاکنون هیچگاه به روی هم شمشیر نکشیدن، یعنی اسرائیل و ایران، به وجود بیاد. پس از اینکه بسیاری از رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع خودشون اعلام کردن که در 24 ساعت آینده حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل انجام خواهد شد، کابینه جنگ اسرائیل تشکیل جلسه داد که در اون هم نخست وزیر اسرائیل و هم وزیر دفاع اسرائیل و همچنین تمامی مقامات نیروهای مسلح اسرائیل شرکت داشتند. پس از این جلسه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش اسرائیل هرتزی لوی گفت که اسرائیل کاملا آماده هستش، هم در حمله و ده هم در دفاع و در برابر هر تهدیدی میتواند که واکنش نشان دهد. او گفتش که ما در جنگ هستیم 6 ماه و این سطح با آمادگی ما را حتی بالاتر هم برده است. او گفتش که اسرائیل میتواند که به هر کجایی که لازم باشد و در هر زمانی واکنش نشان دهد. در کنار اون آمادگی در داخل اسرائیل هم همچنان ادامه داره. شهرداری های مناطق مختلفی در اسرائیل دستور گرفتن که پناهگاه ها را باز بکنن. وزیر امنیت داخلی اسرائیل هم برای ارزیابی تشکیل جلسه داد و در اون هم مقامات پلیس اسرائیل، نیروهای امنیتی و امدادی در اون شرکت کردند. در کنار اون مردم اسرائیل هم با آنکه به اونها دستور مستقیمی داده نشده برای خرید یا خرید آذوقه و آب و ژنراتور، اما بسیاری از شهروندان اسرائیلی خودشون دست به اقدام زدن و امشب را بسیاری از شهروندان اسرائیلی در کنار پناهگاه‌هایی که در خانه‌ها وجود داره می‌گذرونن. در هر حال شب پرتنشی هم بر اسرائیل هم بر ایران و بدون شک هم بر منطقه می‌گذرد. بابک اسحاقی، اسرائیل. مقامات آمریکایی در روزها ساعت گذشته به دفعات از اسرائیل در قبال تهدیدهای ایران حمایت کردند. فرمانده سنتکام هم که برای هماهنگی‌های مربوط به واکنش احتمالی به ایران به اسرائیل رفته، در یک پایگاه هوایی در این کشور با یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرده. اونها درباره آمادگی برای حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل و احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. آقای گالانت بعد از این صحبت‌ها گفت اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای ایران آماده است. دشمن های ما فکر میکنن میتونن اسرائیل و آمریکا رو از هم جدا کنن، اما برعکسش اتفاق افتاده. اونها ما رو با هم متحد و روابطمون رو تقویت میکنن. ما شونه به شونه در مبارزمون ایستاده ایم. مطمئنم جهان چهره واقعی ایران رو میبینه، حکومتی که تحریک کننده حملات تروریستی در سراسر خاورمیانه است و حماس، حزب الله و دیگر گروه ها رو تامین میکنه و حالا اسرائیل رو تهدید میکنه. ما آماده دفاع از خودمون در زمین و هوا در همکاری نزدیک با شرکامون هستیم و میدونیم که چطور پاسخ بدیم. این یک خبر فوری است. خبر فوری دیگری داریم، حتما در جریان هستید. حدود یک روز پیش لوفتانزا، خطوط هوایی لوفتانزا، اعلام کرد که پروازهاش رو از و به مبدا تهران تا اطلاع ثانوی لغو کرده. فعلا گفتن که تا پنجشنبه هفته آینده پروازهاشون رو لغو کردن. حالا کمی پیشتر خطوط هوایی اتریش هم اعلام کرده که پروازهاش رو به و از تهران فعلا لغو کرده. خطوط هوایی اتریش در پاسخ به خبرنگار ما احمد صمدی در برلین آلمان گفته که با توجه به شرایط فعلی خاورمیانه، شرکت هواپیمای اتریش بعد از ارزیابی دقیق پروازهاش رو از روز پنجشنبه 28 فروردین ماه به تهران و از تهران به حالت تعلیق برمیاره. بر این اساس پروازهای طولانی مدت از طریق حریم هوایی ایران هم تغییر مسیر خواهند داشت. بنابراین فقط این نیستش که خطوط هوایی اتریش به تهران پرواز نکنه، پروازهای دیگری هم که احتمالاً
از اوتریش به مقصدهایی در خاورمیانه و آسیا هست از آسمان ایران پرواز نخواهند کرد. ادامه داده اوتریش ایرلاین که برای خطوط هوایی اوتریش ایمنی مسافران و خدمه اون در اولویت قرار داره، وضعیت خاورمیانه به طور مداوم در حال ارزیابیه و برای این منظور اوتریش در تماس نزدیک با مقامات. این دومین خطوط هوایی که در 48 ساعت گذشته پروازهاش رو به ایران لغو میکنه. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن با ما هستند. خانم برادوس، باورش هنوز برای من سخته که واقعا ایران بخواد یک حمله تمام عیار این چنینی که الان چند روزی هست زمزمش در جریان به اسرائیل انجام بده. چقدر شما خریدار این هستید که واقعا در آستانه یک رویارویی جدی هستید؟ حالا اگر بخواد حمله کنه یا نه، به نظر من الان هم شاهد ضرر کردن ایران هستیم. چرا؟ چون که در نظر بگیریم چند ساعته الان دور بیشتر تمام خبرهای نه تنها رسانه‌های فارسی زبان، رسانه‌های انگلیسی در مورد آیا جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد به اسرائیل، جواب اسرائیل چه خواهد بود، آیا جنگ غزه و موضوع فلسطین، موضوع غزه در مطبوعات هست الان، تیتر اول هست، نه. پس تیتر اول رو کنار گذاشته به خاطر اینکه موضوع، حالا اگه جمهوری اسلامی بگه خب الان جنگ روانیه، داریم کاهش میدیم اون قدرت اسرائیل از اینکه نمیدونن کی میخوایم بهشون حمله کنیم، چه لحاظی میخواد حمله بشه، به نظر من اینجا هم در تاکتیکی که دارن انجام میدن دارن ضرر میکنن. چون که از یک طرف خب همین خبر فوری که دادید، این کمپانیای هواپیمایی که دارن سفرهاشون رو به ایران لغو میکنن، حالا بماند اگر تجارتی هم باشه اینجا ضرر میکنه، دوباره به رژیم جمهوری اسلامی ضرر میرسه. حالا در مورد موضوعی که خود اسرائیل هم میخواد توجهات و فشارها از روی نتانیاهو در مورد جنگ غزه منحرف بشه به یک موضوع دیگه بره، که این همین موضوعی که دنبالش هستن. و آیا واقعا من دارم روی این خیلی دارم فکر میکنم و این منابعی که دارم میکنم برام جالبه، آیا این تمام خبرایی که دارن کاور میکنن این عمدن از طرف آمریکا و اسرائیل، یا از دوباره اشتباه استراتژیک جمهوری اسلامیه که این همه این خبر داره به 24 ساعت 48 ساعت دستور حمله خواهد داده خواهد شد. ولی چیز دیگری که میشه گفت، یعنی چیزی که ما تحلیل میکنیم، میدونیم بعد از اون داده هایی که داریم ممکن پشت پرده اتفاقات دیگری بیفته، ولی چیزی که از این سفرها، از این صحبتها به دست میاریم و تحلیل میکنیم، حرفایی که امیر عبداللهیان زد، صحبتایی که به وزرای خارجه اروپایی صحبت کرده، یا نشستایی که با آمریکایی‌ها در عمان داشتن، به نظر من جمهوری اسلامی اول سعی کرده که یک امتیازی به دست بیاره در صحبت‌هاش، چه با اروپایی‌ها چه با آمریکایی‌ها، که بگه بر حسب اون ضربه‌ای که دشمن به من زد، من تونستم اونو بکنم یک فرصت و یک دستاوردی داشته باشم تو این جلسات. ولی چیزی که بعد از این جلسات براشون پیش اومده این که هیچ دستاوردی نداشته. چرا؟ چون که بایدن نمیتونه چیزی که جمهوری اسلامی می‌خواد بهش بده، به خاطر نزدیکی به انتخابات، به خاطر فشارهای کنگره، فشارهای چه دموکرات‌ها چه جمهوری خواهد علیه بایدن، که بخواد به ایرانی که بعد از جنگ غزه و حمله حماس دیگه تقریبا خود کسایی که سناتور یا کنگرس ممبرایی که قبلا از روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا حمایت میکردن، الان اونها هم مخالف چنین روابطی هستن. در نتیجه این به نظر من این نشستهای پشت پرده نتونسته چیزی که جمهوری اسلامی میخواد به دست بیاره رو به دست بیاره، و اینجا الان یک حالت آشمزه، میخواد ضربه بزنه، ضربه رو میترسه خب دوباره اسرائیل حمله کنه. اسرائیل بر حسب هر حمله، چه خاک لبنان باشه که لبنان همیشه مورد حمله قرار گرفته، چه خاک عراق باشه، از خاک ایران باشه، بر حسب همون حمله جوابش رو خواهد داد. اینجاست که واقعا به نظر من تا همین لحظه که داریم صحبت میکنیم، من در بین شما هم چند ساعت بعد از حمله گفتم، بعد از زدن ساختمان مربوط به کنسولگری ایران، اینجا کارت یا اون قدرت دست اسرائیل افتاد، که در اون تقابلی که ایران تا قبل از اون لحظه تونسته بود اسرائیل تحت فشار قرار بده. آقای علیزاده، شما باورتون چه هست؟ همه زمزمه ها به نظر میاد که حرف از این میزنن که واقعا ایران قراره یک حمله بکنه. حتی رئیس جمهوری آمریکا میگه که انتظار داره این حمله به زودی صورت بگیره. آیا فکر میکنین دارن شرایط رو مهیا میکنن برای یک رویارویی، یا این فقط یک نگرانیه؟ ببینید، همه ناظران و صاحب نظران به این اتفاق نظر رسیدن که تهران باید واکنشی نشون بده، چه به دلیل رصدهای ماهواره‌ای و ابزار نظارتی پیدا کردن که واکنش‌های فعل و انفعالاتی داره در ایران اتفاق میفته، جابجایی های اینا، و دوم به دلیل تئوریک هم به این دلیل که با اقدامی که اسرائیل انجام داد در دمشق توازن وحشت به هم خورده،
این به این معنی به چه معنی است؟ به این معنی که در یه زمان دو طرف اونقدر همزم دیگه وحشت داشتن که دست به هیچ اقدام خطیری نمی زدن. الان اسرائیل دست به این اقدام زده و نه یک توپ، دو توپ رو به زمین تهران انداخته. یکم این که چند تن از افسران عالی رتبه رو هدف قرار داده و دوم این که یک نهاد، یک ساختمان دیپلماتیک رو انجام ده. خب حالا تهران بخواد توازن وحشت ایجاد بکنه بایستی دو تا توپ رو پاسخ بده. پاسخ اولش در پاسخ در خصوص ساختمان، من تصور میکنم که ما شاهد جنگ سفارتخانه ها باشیم. این یعنی این رو بیشتر از همه محتمل میدونم. کدوم سفارت رو بیشتر احتمال میدین؟ برام دشواره، چون میدونم که اسرائیل نزدیک 30 سفارتش رو تعطیل کرده. دقیقا نمیدونم کدوم سفارتخانه هاش فعال هستش، ولی سفارتخانه هایی که در حوزه نزدیک به ایران باشیم مثل امارات و بحرین و اینها تعطیل شده. ولی به هر حال در با حدس و گمان باید بگیم در جایی که نیروهای نیابتی کم نداشته باشه، حالا مثلا فرض کنید در حالا پاکستان که ارتباط نداره، ولی مثلا در هند، مثلا برهدر این اردن، در جایی که بتونه از این افسر، بنابراین احتمال این که جنگ سفارتخانه ها پیش بیاد وقت دلیل بله آقای علیزاده، شما خودتون دیپلمات هستید، سوریه یک شرایط ویژه و جنگی داره، خود اسرائیلی هم در عملا جنگ هستن با سوری ها، اما در یک کشور ثالثی که نه درگیر با ایران نه درگیر با اسرائیل، اگر ایران بخواد حمله به سفارتش بکنه، یه بحران دیپلماتیک بسیار بزرگتر پیش میاره، اینطور نیست؟ بله، اون تا دلیل داره. دلیلش این هستش که میگه ما مراجعه کردیم به شورای امنیت محکوم کنید. خب محکوم نکردید، وقتی محکوم نکردید پس بنابراین بابش زمینه که نه این هستش که حمله رو انجام بده بگی من انجام دادم، چون اسرائیل هم که زد دمشقو که نگفت هنوز به گردن نگرفته اسرائیل بگه من زدم. بنابراین مثل دقیقا مثل زمان جنگ ایران و عراق اگه یادتون باشه، ایران گفته بود من تهدید میکنم کشتی ایرانی رو، بعد میگفتن موشکی سرگردان رفته خورده توی یه دونه کشتی تجاری مثلا فرض کنید سریلانکایی. خب این معنیش موشک سرگردان یعنی چی؟ یعنی ما زدیم ولی گردن نمیگیریم. من تصور میکنم چون ما رفتار تهران رو میدونیم، مثلا در مورد قاسم سلیمانی دیدیم رفتارش اولا با تأخیره، و من تصور میکنم ساعت عملیات رو اونچنانی که الان رسانه‌های غربی شما هم میگید 24 ساعت مونده 48 ساعت مونده، این معنیش این است که اینها میخوان ساعت عملیات رو تعیین کنن. من تصور میکنم که خیر، ساعت عملیات رو تهران ای بسا تأخیر بیاندازه، اون فضای روانی که روی اسرائیل همکارتون اشاره میکنه در اسرائیل چه وضعیته، اون فضای روانی رو همچنان خودش نگه داره، خودش نوعی فشاره. نکته دوم این که بعد از جنگ سفارتخانه هایی که گردن نخواهد گرفت، مسئله این هستش که اون توازن وحشت رو ایجاد بکنه. برای ایجاد اون توازن وحشت خب بایستی در حد افسران عالی رتبه ضربه بزنه، که من بعید میدونم به دلایل عدیده، اشراف اطلاعاتی اینها وجود نداره، ابزارش وجود نداره، نمیخواد در تقابل با اسرائیل باشه. به نظر من پالیسی که جمهوری اسلامی در برنامه کار خودش خواهد گذاشت، هر اقدامی بکنه، هر اقدامی، هر چی به نظرتون برسه، اقدامی نخواهد بود که فشار غزه رو از آقای نتانیاهو برداره. آقای نتانیاهو در غزه بدجور تحت فشار است، حتی از طریق مردمان کشور خودش، حتی اون خانواده های اسیران گروگان گرفته شده ها، چه برسه امریکا، چه برسه خانم نانسی پولوسی داره فشار میذاره، آقای چاک شومر داره فشار میذاره، آقای بایدن داره فشار میذاره. این معادله نباید برهم بخوره. اما آیا همه اینا سرجمع اقداماتی که من توضیح دادم، آیا برایندش این هستش که توازن وحشت ایجاد بشه؟ من تصورم اینه که خیر. آیا میتونه اعاده حیثیت بکنه؟ تصورم این هستش خیر. بعد خواهی که خب چه خواهد شد؟ میگه خب این قصه سلیمانی میشه، 13 تا موشک زدن توی جای خالی، و آخرش هم گفتن ما یک سیلی زدیم. یعنی به این اکتفا خواهند کرد، منتها این اکتفا کردن برای این هست که این مرحله اسکلیشنی که ایجاد شده، این مرحله رو سپری کنن، یه آبروریزی کوچکی برای خودشون بخرن، میگن ما ضربمون رو زدیم اما کارمون رو جای دیگه میکنیم. کار دیگه جای میکنیم همون مسئله غزه است. مسئله این که من فکر میکنم تو معادلات پشت پرده پیغام و پسخام هایی که الان داره میره این هستش که ببینید همین الان که داریم صحبت میکنیم، توجه دنیا این است که تهران میزنه یا نمیزنه. دیگه این بحثی نیست که آقای نتانیاهو وارد رفح میشود یا نمیشود.
الان مسئله به عقب افتاد. آقای نتانیاهو گفته بود که ساعتش تعیین شده، تصمیم گرفتیم، وارد خواهیم شد. الان اقلا یه هفته است، 10 روزه عقب افتاده دیگه. این خودش برای یک امتیازی برای این وضعیت رفح هستش که این معادله بر هم نخوره. به نظر من برای اینکه اون توازن وحشت رو ایجاد بکنه، قدرت این رو نداره که افسران در اون سطح رو بزنه، جنگ سفارتخونه ها اتفاق خواهد افتاد. مسئله فشار خودش رو روی غزه خواهد گذاشت که حالا روی غزه به چه گونه خواهد بود. من تصور نمی کنم که یک جنگ آنچنانی که خب تصور آمریکا بیاد وسط و ناتو بیاد پشت سرش و بعد نمیدونم نیروهای نیابتی، بعید میدونم که پیش بره. البته نگاه من نگاه خوشبینانه است، ولی مبتنی بر رفتارشناسی جمهوری اسلامی است. ممنونم از هر دوی شما، حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی و شکریا برادوس پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک. روزنامه تایمز چاپ لندن در گزارش اختصاصی میگه جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 2014 تا 2020 دست کم 222 میلیون دلار به حماس کمک مالی کرده. تایمز میگه این گزارش رو بر اساس نامه ها و اسنادی نوشته که ارتش اسرائیل اختصاصاً به این روزنامه نشون داده. در یکی از این نامه ها که مروان عیسی فرمانده شاخه نظامی حماس به یحیی سنبار رهبر این گروه در غزه نوشته، جزئیات دریافت دست کم 222 میلیون دلار از جمهوری اسلامی ذکر شده. تایمز میگه به نظر میرسه این پول ها از ایران به بیروت فرستاده شده و از اونجا از سوی افسران سپاه پاسداران به افراد حماس داده شده. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، رقم قابل توجهی هست ولی رقم نجومی در اندازه های حکومتی نیست. آیا همین میزان کمک تونسته که شرایط رو به جایی برسونه که حماس در 7 اکتبر چنین حمله مرگباری به اسرائیل رو انجام بده؟ چیزی که نگران کننده هستش این هستش که چیزی که واقعا خطرناک بود برای اسرائیل هستش که نیروهای نخبه، نیروهای کماندو حماس در ایران بر اساس گزارش های وال استریت جورنال و نیویورک تایمز و در سوریه تحت نظارت سپاه پاسداران تعلیمات دیده بودند و حتی اونجا از پاراگلایدر استفاده کرده بودند برای اینکه یاد بگیرن که چجوری در روز 7 اکتبر حمله بکنن. البته ما نمیدونیم که آیا جمهوری اسلامی واقعا میدونست یا نمیدونست که میخواد حماس 7 اکتبر حمله بکنه، ولی اینکه اونها رو تعلیمات دادن این واقعا نشون میده که این خطر بسیار بزرگی هستش. تا چیزایی که من در مطبوعات خوندم این سربازهای همین گردان النخبه که نخبگان نیروهای مسلح حماس هستن، کیفیت اونها به عنوان سرباز خیلی بالاتر هست از کسانی که در خود غزه بودن. خیلی از این نیروهای النخبه کشته شدن در حمله 7 اکتبر، ولی الان به نظر میاد که نیروهای دیگه حماس که در غزه الان موندن و با اسرائیل می جنگن کیفیت اونها به اون بالایی نیست. پس حمایت همین تعلیماتی که از جمهوری اسلامی ایران دیدن خیلی خطرناک هستش برای اسرائیل. بعد اتفاقا جالبه، منم فکر کردم که اینقدر این مبلغ بالا نیستش، شاید پولی که از حماس از این جمهوری اسلامی میگرفته کمتر بوده، احتمالش وجود داره، کمتر از چیزی که ما تصور میکردیم، یا شاید این فقط یک محموله بوده، شاید محمولای دیگه بودی که هنوز فاش نشده یا ما نمیدونیم، معلوم نیستش. ولی چیزی که حقیقت هستش، حقیقت اینجا هستش، این هستش که حماس تونسته با تمام وسایلی که داشت و تمام پولایی که گرفته بود که میتونست به مثلا اونها رو برای ساخت و ساز غزه استفاده بکنه، به اندازه کافی پول داشت یه چیزی حدود 400 کیلومتر تونل بسازه، این همه نیروهای، این همه اسلحه داشته باشه و حالا پولش از ایران اومده، احتمالش وجود داره، ولی نباید فراموش بکنیم که ما خود ما از اسرائیل اجازه میدادیم که پول برسه از طریق قطر به غزه به این امید که پولها میره به مردم فقیر غزه یا برای ساخت ساز باشه که حماس از اونها سوء استفاده نکنه، که این واقعا نشون میده ما چه اشتباه بزرگی کردیم. این کوریدوری هم که پولها از اونجا رسیده چقدر براتون جلب توجه میکنه که پولها رو به بیروت میبردن و از اونجا به حماس میرسوندن؟ چیز بسیار اونم یه چیز جالب دیگه هستش. ببینید تا اونجایی که من میدونم از شما اینا اگه بخوام با چمدونای پول وارد بشن، تنها راهی که میتونستن برسن به غزه از بیروت از طریق مصر هستش. مرز
بیرونی غزه. ولی خود پول نقد در داخل غزه حالا یه میزان محدودی که متوجه هستن برای نیازهای روزمره مورد نیازشون هست، ولی در داخل خود غزه پول نقد چه کمکی به اونها میکنه؟ چون اجناسشون رو بعد از مصر و جای دیگر وارد کنن دیگه، عمدتا عملا از مصر. بله، همین تونل ها، همین قاچاق هایی که هستش، از این قاچاق ها ما دیدیم که با پول های همین قاچاق واقعا از به قول مرجون شیر مرغ تا جون آدمیزاد اینا میتونستن وارد بکنن، و ما دیدیم که چقدر مراکز شاپینگ سنترهای مجلل بود در غزه، چقدر خونه های مجلل این حماس، فرماندگان حماس و اعضای حماس ساخته بودن در غزه، و اینها تمام باندهای قاچاقی که درست کرده بودن و تمام تونل هایی که درست کرده بودن، همه چیزا میتونستن از اینها بیارن. پس اونها با این پول ها میتونستن از بیرون غزه این لوازم رو بخرن و اونها رو وارد بکنن، و همین پول ها هم به نظر من همین از طریق تونل ها وارد شده. ببینید واقعا حیفه که حماس این همه استعداد خودش رو برای اینکه پولایی همه بتونه وارد بکنه و زیر چشم اسرائیل قایم بکنه و زیر چشم مصری ها بیاد این همه وارد بکنه تمام وسایل رو، استفاده نکرد برای بهبود روابط مردم، برای بهبود معیشت مردم خودش، برای بهبود واقعا اقتصاد خودش، و به جای اون استفاده کرد برای این ساختن یک زیربنای تروریست، و دیدیم که چه فاجعه ای شد برای مردم غزه. و واقعا این واقعا تأسف انگیز هستش که این گروهی که میگه فلسطینی هستش اینقدر نادیده گرفت جون و مصلحت مردم خودش رو. ممنونم از شما مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما. این یک خبر فوری است. خب خبرهای فوری امروز زیاد هست. یک خبر فوری داریم از آمادگی شبه نظامیان تحت حمایت ایران. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق تحت کنترلش در سوریه، گفته اونها در انتظار حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل در وضعیت آماده باش قرار گرفتن. این خبری است که لحظاتی پیش دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده که گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در این کشور در حالت آماده باش برای حمله احتمالی تلافی جویانه ایران به اسرائیل قرار گرفتن. همزمان گزارش‌های دیگری هم آمده از وزارت خارجه آلمان که این کشور از شهروندانش در خاورمیانه خواسته با توجه به تشدید اوضاع در این منطقه از سفر به ایران، اسرائیل و فلسطین خودداری کنند، و گفته شده که آلمان از شهروندانش خواسته از ایران هم خارج بشن. فرانسه، هند، روسیه و بریتانیا هم هشدارهای مشابه به شهروندانشون در منطقه دارند. دادگاهی در آرژانتین جمهوری اسلامی را مسئول بمب‌گذاری سفارت اسرائیل در سال 1371 و بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آمیا در سال 1373 اعلام کرده و اون رو جنایت علیه بشریت خونده. با حکم این دادگاه جمهوری اسلامی طراح حمله و حزب الله لبنان اجرا کننده او بوده. این دادگاه دلیل این حمله رو انتقام از عقب نشینی آرژانتین در توافق با تهران برای همکاری هسته‌ای عنوان کرد. انفجار در مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس که 27 تیر 1373 اتفاق افتاد، از مرگبارترین حملات تاریخ آرژانتین بود. در این حمله 85 نفر کشته و 300 نفر از شهروندان یهودی تبار آرژانتینی زخمی شدند. در حکم دادگاه آرژانتین آمده که جمهوری اسلامی به جز حمله به آمیا، دستور حمله به سفارت اسرائیل در سال 92 رو هم که منجر به کشته شدن 29 نفر شد صادر کرده. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در دانشگاه واترلو از آنتاریو با ما. آقای خلدی، این پرونده فراز و نشیب زیادی داشت، چرا به نظرتون اینقدر طول کشید، چرا اینقدر سیاسی شد و چرا الان چنین حکمی دادن؟ درود بر شما جناب فرستاد و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که این پرونده در کش و قوس تحول دادگستری آرژانتین از دادگستری که در واقع میشه گفت پاره پاره شده بود در دوره دیکتاتوری نظامی آرژانتین اتفاق افتاد، یعنی بازسازی این دادگستری در واقع از سالهای 1985-1986 و تا به امروز ادامه داره. اتفاقی که افتاد این بود که طرز فکر حاکم بر قضات آرژانتینی فرای از اون که دولت‌های آرژانتینی چه در واقع دیل‌ها و قرارهایی می‌خواستن بگذارن با دولت جمهوری اسلامی، این طرز فکر رو نداشتن
که اصول حقوق کیفری بین المللی رو اجرا بکنن درباره حملات تروریستی که در کشورشون اتفاق میفته، البته این در وهله دوم هست، یا در مورد جنایاتی که در دوران دیکتاتوری نظامی در آرژانتین اتفاق افتاده. اتفاقی که افتاد این بودش که در دوره ریاست جمهوری کرشنرها، یعنی زن و شوهر که اول آقای نستور کرشنر رئیس جمهور شدن و بعد خانومشون در پی ریاست جمهوری کارلس منم که در اواخر دهه 80 و اول دهه 90 ایشون رئیس جمهور بود، تحولاتی صورت گرفت. یکی از این تحولات این بود که همین دادگاه عالی کیفری که ما در زبان حقوقیمون بهش میگیم دیوان عالی تمیز، اینها از اون قاضی‌های محافظه‌کار تخلیه شدن و قضات در واقع بی‌طرف و حرفه‌ای جایگزینشون شدن و این نتیجه این تحولی هست که هم در گذار دموکراتیک آرژانتین اتفاق افتاده و همین که خانم کرشنر که خودش اتفاقا یک زمانی سناتور بود و بعد رئیس جمهور آرژانتین شد، متاسفانه ظاهرا در سرعت بر اومده بود که یک سری گروکشی هایی بکنه با آقای احمدی نژاد و تا حدودی متاسفانه مداخله کرده بود در رسیدگی به این قضیه و الان هنوز که هنوز کشته شدن دادستان نستور نیسمان، هنوز دادستان نیسمان کشته شدنشون زیر سوال هست و معلوم نیستش که وقتی ایشون سال 2015 ترور شدن چه چیزی بود پشت سرش، چه چیزهایی ایشون پیدا کرده بودن. حکمی که صادر شده 711 صفحه است و خب به اسپانیایی هست، بنابراین من چشم انتظاری هستم که یه خلاصه ای از این رو بخونم و ببینم به چه مستنداتی درش. ممنونم از شما شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از دانشگاه واترلو در آنتاریو با ما. کاظم صدیقی که پرونده زمینخواری و فسادش در ایران جنجال برانگیز شده، با وجود انتقادات گسترده امروز امام جمعه تهران بود. شمار زیادی از فعالان سیاسی و کاربران رسانه‌های اجتماعی به این تصمیم اعتراض کرده و از بی‌توجهی رهبر جمهوری اسلامی به پرونده این فساد گسترده و نادیده گرفتن افکار عمومی انتقاد کردند. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که اسفند ماه پیش برای نخستین بار اسناد این فساد مالی رو در سایتش منتشر کرده بود، گفته جریان نفوذی به گفته او در تعیین صدیقی برای امام جمعه این هفته موثر بوده. عبدالرضا داوری، فعال سیاسی اصولگرا، هم در شبکه اجتماعی اکس نوشته حتی حزب اللهی‌ها و مذهبی‌های سنتی هم به امامت امروز صدیقی معترضند. در نقطه مقابل صدیقی شبکه‌های مجازی رو قتلگاه جوانان و مسلخ آبروها خونده و گفته که او در چنین فضایی بهانه حمله به مردم قرار گرفته. او با انتقاد از مخالفانش گفته نباید برادر خود رو له کرد. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ماست. خانم کنعانی، حد می‌زنم تصاویرش رو هم دیدید، خیلی ابلغ بود حضور نمازگزاران امروز در نماز جمعه. چرا واقعا در وسط این جنجال ها و این پرونده فساد او رو به نظرتون برای امامت نماز جمعه فرستادن؟ درود بر شما. من مایل هستم اینجا یک ربطی پیدا کنیم بین سخنرانی علی خامنه ای در چند روز گذشته و این اتفاقی که امروز در نماز جمعه افتاد و انتخاب مجدد ایشون به عنوان امام جمعه موقت تهران. چیزی که شما دارید میبینید این بود که امام در واقع این امامت در ادامه اون حمایتی انجام شد که علی خامنه ای چند روز گذشته با واقعا صراحت کامل و تمام قد اعلام کرده از وضعیت این روحانی فاسد و در واقع اومد حتی به خریدن، یا بهتر بگیم باز خریدن آبروش پرداخت و گفتش که باید فرصت‌هایی به اون داده بشه. اصلا تعریف عدالت رو بر این مبنا گذاشت که فرصت‌هایی که از افراد گرفته میشه بدون که بتونن از خودشون دفاع کنن، در حالی که در این مدت درسته که زمزمه این فساد و زمین‌خواری از فضای مجازی در اومد، منتها کسی که تریبون دستشه، خودش بخشی به هر حال از این اولیگارشی فساد هست، طبیعتاً میتونه هر زمان که دلش بخواد هر توضیحی رو که بخواد ارائه بده. منتها بحث سر اینه که جمهوری اسلامی این پاسخگویی رو نه در خودش میخواد و نه در اعضاش، اصلا این روال جا بیفته و کسی پاسخگو باشه. جوابهای خیلی سفیهانه‌ای شنیدیم، مثل اینکه به نام من امضام رو جمع کردن، این زمین ها رو گرفتن یا پس آبروم رو کردن، ولی خب پس دادن این قضیه هرگز اتفاق نیفتاد. ببینید آماری که منتشر میشه در واقع از یک بودجه 127 میلیارد تومانی صحبت میکنه برای همین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر که ایشون در رأس قدرت، یعنی اگر اصلا این
فساد زمین‌خواری رو هم کنار بذاریم، خود همین ساختار قدرتی که ایشون در رأسش قرار داره یک نهاد فاسده. مقایسهش کنید، یک مقایسه جالب امروز صورت گرفته بود در یکی از وبسایت‌های فارسی زبان و اومده بود گفته بود که در واقع این عددی که فقط بودجه این نهاد به قول معروف احیای امر به معروف و نهی از منکر هست میتونه حقوق ماهانه 24,000 کارگر با حداقل دستمزد باشه. این عدد وحشتناکه و طبیعتاً حتی کسانی که مذهبی هستند هم میتونن شدت فساد و شدت در واقع این ارتشا رو در این سیستم بفهمند و به خوبی درک کنند که خب ماحصل این نماز جمعه رفتن نشستن پای خطبه های یک انسان فاحصه. بنابراین هیچ بعید نیست که شما باز هم از چنین صحنه هایی با امامت ایشون ببینید. به قول شما یک نماز جمعه ابلغ در فضای امام در واقع این مصلی تهران. ممنونم از شما. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. وزارت دادگستری آمریکا به زودی قانونی رو به اجرا میذاره که هدف اون پر کردن یک خلأ در زمینه خرید و فروش اسلحه در این کشور. این خلأ در قوانین به گفته وزارت دادگستری به فروشندگان اسلحه اجازه میده بدون گرفتن مجوز و بررسی پیشینه خریداران اسلحه بفروشن. بر اساس تصمیم جدید حدود 23,000 فروشنده در آمریکا باید به عنوان فروشنده مجاز اسلحه ثبت بشن. اونها ملزم به گرفتن مجوز و بررسی پیشینه خریداران خواهند بود. دولت بایدن انتظار داره این تصمیم از سوی طرفداران اسلحه در آمریکا به چالش کشیده بشه. اما استدلال کاخ سفید اینه که قانون جدید به جلوگیری از خرید و فروش آزاد اسلحه و کاهش خشونت‌های مرتبط با اون کمک می‌کنه. در همین مورد وال استریت ژورنال در مقاله نوشته سپر قانونی صنعت اسلحه در آمریکا در حال ترک برداشتنه، به رغم قانونی که سال 2005 تصویب شد و شرکت‌های سازنده اسلحه رو در برابر شکایات مسئول می‌کرد. دادگاه‌ها و مقامات ایالتی به دنبال راه‌هایی برای کنار زدن این قانونن. مکزیک شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی رو به دادگاه کشونده و میلیاردها دلار خسارت خواسته. مکزیک میگه سازندگان آمریکایی به کارتل‌های مواد مخدر اسلحه می‌فروشن. 8 ایالت آمریکا هم قوانین جدید رو تصویب کردن که شکایت از سازندگان اسلحه رو تسهیل می‌کنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما. آقای معماریان، این فروش خرد اسلحه در نمایشگاه‌های مختلفی که در شهرهای مختلف برگزار میشه، یا اینکه مثلا پدری به پسرش، مادری به دخترش اسلحه رو هدیه بدن، سال‌هاست که مورد بحث بوده ولی خیلی قانون‌گذاران نتونستن به جایی برسن. چقدر فکر می‌کنید که این بار اقدام وزارت دادگستری ممکنه براشون نتیجه بخش باشه؟ به نظر من مسیرهای مختلفی وجود داره برای اینکه این اتفاق بیفته. به نظر من مسیرهای مختلفی وجود داره برای اینکه اتفاق بیفته. شرایط تغییر کرده نسبت به سالهای گذشته. ببینید در سال حدود 40,000 نفر، 45,000 نفر بستگی به سالش، در طی چند سال گذشته بیشتر از 40,000 نفر در سال قربانی خشونت توسط اسلحه شدن. و بنابراین انرژی لازم در جامعه وجود داره که بخوان تغییراتی رو ایجاد کنن برای نحوه فروش اسلحه در جامعه. اون چیزی که دولت آقای بایدن میگه اتفاقا طرفدار داره در میان کسانی که میخوان که اسلحه داشته باشن، خونه‌شون اسلحه داشته، اسلحه بخرن، هوادار خرید و فروش اسلحه هستن، از لحاظ استفاده میکنن و میگن که کسی که داره اسلحه میفروشه باید پروانه خرید و فروش داشته باشه، یا کسی که میره اسلحه میخره باید اون مدارک سوء پیشینه‌شو ارائه بکنه. بنابراین بسیاری از افرادی که از متمم دوم قانون اساسی آمریکا حمایت میکنن، از خرید فروش اسلحه حمایت میکنن، با این مسئله موافق هستن. بنابراین آقای بایدن در سالی که سال انتخابات هست فکر میکنه که تغییراتی در این حوزه میتونه که در واقع امکان پذیر باشه و از نظر اقبال عمومی هم ایشون فکر میکنه که هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها میتونن از استفاده بکنن. و به علاوه مسئله هستش که با سلامت عمومی سرکار داره، باعث حفظ جون آدم ها میشه. بنابراین رفتن به این سمت میتونه که قطعا کمک کنه که جون برخی از آدم ها حفظ بشه در اتفاقات بعدی. این که وال استریت ژورنال میگه قوانین مربوط به حمایت از خرید و فروش آزاد اسلحه داره ترک برمیداره رو چقدر خریدارش هستید؟
به نظر من مسئله مهمی است و درست هم هست. در طی سالهای گذشته ما شاهد این مسئله بودیم که اون مسئولیت آهنینی که شرکت‌های تولید کننده اصلی داشتن داره یواش یواش ترک برمی‌داره و مسئولیت داره کمتر میشه، چون ماهیت پرونده‌هایی که این شرکت‌ها باش مواجه هستن هم داره عوض میشه. یعنی در طی سالهای گذشته خب شرکت اصلی سازی هم که شما بهش اشاره کردین با لابی بسیار قدرتمندی که دارن، با خرج زیادی که می‌کنن هم در سطح ایالتی هم در سطح فدرال در کنگره آمریکا، تلاش کرده بودن که قوانین رو یک جوری در واقع برای خودشون بنویسن یا قانون‌گذاری یک جوری قوانین تصویب کنن که اینها از یک مسئولیت بسیار بزرگی برخوردار باشن. حالا کسانی هم که دارن میرن سراغ این شرکت‌های اصلحه سازی، اونها هم به اندازه کافی در واقع خودشون رو مجهز کردن، از حفره‌های قانونی که وجود داره استفاده می‌کنن و ادعاهایی دادن در دادگاه مطرح می‌کنن که می‌تونه که شرکت‌های اصل سازی رو آسیب پذیر بخونه. مثلا یکی موضوعی که شما روش اشاره کردین مسئله تازه‌ای است که مثلا دولت‌ها بیان از شرکت‌های اصل سازی شکایت بکنن، بگن مثلا چرا اسلحه در مقادیر بسیار زیاد در اختیار کارتلا قرار میگیره. خب برای اینکه یک نوع از شکایت‌ها اینا خواهد بود. ولی خب این شرکت‌ها مثلا مستقیما که نمیدن به کارتل‌ها بفروشن، اینطور نیست. شهروندان قانونی آمریکا می‌خرن و بعد غیرقانونی میدن به کارتل‌ها دیگه. خب این برمیگرده بعد به مقرراتی که باعث میشه که این فروش ها تحت شرایطی انجام شه که مطمئن بشن که مصرف کننده نهایی مثلا کارتلا نیستن. ما در خصوص بسیاری از موارد مرتبط با اسلحه و مهمات و اینا این مقررات رو داریم که افراد، یعنی شرکت ها موظف هستن که بدونن که مثلا مصرف کننده نهایی مثلا دولت ایران نیستش یا دولت چین نیستش یا گروه های تروریستی نیستن. در بسیاری از موارد برهای یک سری مقرراتی میتونه وجود داشته باشه که این کنترل انجام میشه. بنابراین چنین نوع پرونده هایی هستش که میتونه هدایت بکنه شرکت اصلحه سازی رو، قانونگذارا رو، که به یک جایی برسن که مقررات جدید تصویب بشه که از این حفره هایی که وجود داره، از این سوء استفاده که میشه جلوگیری بشه. یه مورد دیگه اش هم که شما بهش اشاره کردین مسئله تیراندازی دست جمعی هست که در اون بیشتر از 4 نفر کشته میشه در ایالات متحده. خب در مدارس، در جای مختلف، مکان عمومی دیدیم که تیراندازی صورت میگیره که افراد چندین نفر کشته میشن. کسانی که در این پرونده ها درگیر هستن، اینا هم در طی سالهای گذشته شکایت هایی رو بردن به دادگاه که برخی از اونها زمینه طرح شدن داره، زمینه موفقیت داره. برای من این میشه گفتش که اون چیزی که وال استریت جورنال نوشته که در ایالات متحده یواش یواش کسانی که قربانی خشونت اصلی هستن یا به هر شکایت دارن از شرکت اصلی سازی، میتونن یواش یواش از این حفره استفاده کنن و این شرکت ها رو به دادگاه بکشونن. ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. تصاویر زنده داریم از آسمان غزه که در این لحظه آرام هست، اما ساعت‌های گذشته در نقاط مختلف اسرائیل آسمان نارام بوده. از جمله همین ساعتی پیش نزدیک به 30 موشک در یک بازه زمانی شاید حدوداً 1 دقیقه‌ای به سمت الجلیل اولا در شمال اسرائیل از سمت لبنان پرتاب شد که تا اونجایی که تصاویر نشان میداد همه اونها توسط سامانه گنبد آهنین منهدم شدند. در این حال در اسرائیل آمادگی نیروهای هم امدادی هم ارتش برای حمله تلافی جویانه ایران به بالاترین سطحش رسیده. بسیاری از کشورهای منطقه و جهان نگران یک رویارویی بین ایران و اسرائیل هستند. بعضی از کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه، روسیه و هند و همینطور آلمان از شهروندانشون خواستند که از سفر به منطقه جلوگیری بکنن و آلمان هم از شهروندانش خواسته که ایران رو هرچه سریعتر ترک بکنن. 2 خط هوایی اتریش و لوفتانزا هم پروازهاشون رو دست کم برای حدود 1 هفته به تهران و از تهران فعلا لغو کردن. گروهی از کارشناسان فناوری چالش بعدی هوش مصنوعی رو با هوشتر شدن از انسان تعریف کردن، در حالی که رهبران و سرمایه گذاران این فناوری هر کدام بازه‌های زمانی متفاوتی برای گذشتن از این چالش معرفی می‌کنن. محققان میگن هنوز حتی تعریف واحدی از باهوشتر از انسان وجود نداره. کارشناسان در گفتگو با آکسیوس نسبت به استفاده از باهوش یا هوشمند به عنوان معیاری برای ارزیابی توانایی‌های هوش مصنوعی و مقایسه اون با انسان هشدار دادن. این واکنش در پاسخ به پیشبینی اخیر ایلان ماسک که گفته پایان سال آینده هوش مصنوعی از یک انسان باهوشتر خواهد شد. کنراد کوردینگ، عصبشناس دانشگاه پنسیلوانیا که درباره یادگیری ماشینی مطالعه می‌کنه، با آکسیوس گفته مشکل
مشکل هدف‌گذاری ها و پیشبینی هایی مثل پیشبینی آقای ماسک اینه که ما سیستم هوش مصنوعی رو شبیه انسان می‌بینیم. او گفته ما با این نگاه به هوش مصنوعی انسانگونگی می‌بخشیم در حالی که اونها کاملا متفاوتن. سحر تحویلی پژوهشگر فناوری اطلاعات هوش مصنوعی از استکهلم با ماسک. خانم تحویلی، چقدر توصیف‌های این چنینی در مورد اینکه هوش مصنوعی در آستانه باهوش‌تر شدن از انسان هست واقعا درست هست؟ یعنی این تعریف انسانگونه برای هوش مصنوعی یا یه تعریف دقیقی هست؟ وگه چون خیلی ها میگن اگر اینطوری باشه همین کامپیوترهای عادی یا یک ماشین حساب هم شاید بگین از من باهوش‌تره، چون معادلات رو خیلی سریع‌تر از من حل می‌کنه. دقیقاً، اگر شما هوش رو به عنوان یک کمیت تکبودی بهش نگاه بکنید که حالا توانایی محاسباتی هست یا توانایی یادگیری زبان جدید، خب بله هوش مصنوعی همین الان هم به مراتب از خیلی از انسان‌ها جلوتر هست. اما تعریف هوش به شکل کلی و حالا به شکل علمیش در واقع متفاوت هست کمی از توانایی محاسباتی یا یادگیری ریاضی یا زبان‌های جدید. یک بخشی از هوش که در واقع در انسان توسعه پیدا می‌کنه از زمان تولد انتها هوش عاطفی هست که در واقع در مواجهه با اتفاقاتی که روزمره برای ما میفته ما روی اونها تصمیم گیری داریم. خب یک عده از محققان معتقد هستن که ما میتونیم همه این به هر حال سناریوها رو تمام تجربه حالا آدمهای مختلف رو در این موارد جمع بکنیم به شکل یک دیتایی که قابل خوندن توسط ماشین هست در بیاریم و وقت هوش مصنوعی هم تا حدی میتونه این هوش عاطفی رو یاد بگیره. این حرف تا حدی در مورد اتفاقهایی که تا امروز برای حالا همه ما افتاده میتونه درست باشه، اما در مواجهه با یک اتفاقی که تا به حال نیفتاده چی؟ مثلا فرض کنید شما مدل‌های هوش مصنوعی رو تا قبل از فراگیر شدن کرونا تمرین دادین با همه دیتایی که بوده، یک دفعه یک اتفاقی میفته که برای خود ما هم جدید هست و هر کدوم از ما به هر حال تعامل و ریاکشنی که داریم متفاوت هست. برای همین در اون قسمت هنوز هوش مصنوعی فاصله داره از انسان، ولی اینکه حالا به کدوم سمت خواهد رفت و بیشتر تمرکز این گزارش هم در مورد این بود که در زمینه پردازش زبان طبیعی هوش مصنوعی از انسان جلوتر است، در زمینه استدلال و حالا هوش عاطفی و منطق همونجوری که گفتم به هر حال هنوز ما به اون سطح نرسیدیم که بتونیم بگیم هوش مصنوعی جلوتر از انسان خواهد بود. ولی آقای ماسک هم خیلی غریب که با این فناوری نیست، هم از سرمایه‌گذاران اولیه OpenAI بوده، همین الان هم شرکت اکسش یک سامانه هوش مصنوعی موسوم به گروک خودش راه انداخته. فکر میکنم در مقایسه با بعضی از تحلیلگران دیگه در مقام اتوریتی به قول غربی ها هست آقای ماسک اظهار نظرها این چنین بکنه. فکر نمیکنه اینطور باشه؟ خب هست، ولی ببینین اوپن ای آی به هر حال تا به الان جزو موفق ترین محصولاتش چت جی پی تی بوده که یک پلتفرمی هستش که کارش تجزیه و تحلیل زبان طبیعی هست، کار دیگه ای انجام نمیده. ولی همین الان محصولات جدید هم اوپن ای آی هم مایکروسافت به خاطر اینکه گفته میشه در صنایع جنگی در صنایع نظامی کاربرد دارن، خیلی بحث های زیادی رو به وجود آورده که در مورد اونها هم الان خیلی اتفاقا هم از آقای ماسک سوال می هم از کمپانی اوپن ای آی و مایکروسافت که مثلا در مورد اینکه شما چطوری قوانین حقوق بشر و قوانین بشری رو در سیستم‌های نظامی وقتی که تصمیم گیری بر اساس هوش مصنوعی هست شما اینها رو چطوری توجیه می‌کنید، اصلا مسئولیت همچین تصمیم گیری با چه کسی هست، چون متفاوت هست با حالا شرایط جنگی که به هر حال انسان‌ها دارن تصمیم گیری می‌کنن. برای همین به هر حال اونها روی اون محصولی دارن پافشاری می‌کنن که در دو سال گذشته خب خیلی خوب بیشتر هم تمرین داده شد به خاطر اینکه اوپن سورس بود، هزینه زیادی نداشت، مجانی هم بود در خیلی از ورژن‌هاش و همه تونستن استفاده بکنن و به روز رسانی دارن میکنن مرتب اون مدل رو. در مورد اون چون که به قسمت زبان برمیگرده، به هوش زبانی برمیگرده، میشه این حرف رو زد، ولی به شکل کلی من فکر نمی‌کنم و خیلی محققای دیگه هم معتقد نیستن که میشه گفتش که از انسان جلوتر خواهد بود، متفاوت کاملا. آیا این برداشت شما یک محدوده زمانی هم داره یا فکر میکنید که آقای ماسک فقط خیلی خوشبین هست به این بازه زمانی، یعنی ممکنه مثلا 10 سال دیگر واقعا به چنین جایی برسیم؟
ببینید بحث در گفتم در مورد اگه بحث زبانی رو نگاه بکنیم، پوش محاسباتی و زبانی همین الان هم جلوتر هست، لازم نیستش که ما به آخرش از سال آینده برسیم، از خیلی از انسان‌ها جلوتر هست. بحث تفاوت در تعریف چیزی هستش که ما به عنوان هوش مصنوعی میگیم. ما تا زمانی که تمام مدل‌های هوش مصنوعی رو در تمام اپلیکیشن‌هاش در تمام زندگی روزمره‌مون استفاده نکنیم، تا نتونیم ما پروف آف کانسپتش رو داریم، یعنی در واقع اثبات کردیم در فضای خیلی موقع ها سیمولیتور شبیه سازی شده که از انسان بهتر هست، ما تمام اونها رو باید در زندگی واقعیمون داشته باشیم، معیاری داشته باشیم که نشون بدیم این تصمیم گیری بهتر از تصمیم گیری انسانی هست، و اون موقع میتونیم بگیم که حالا بله در تصمیم گیری، در استدلال، در چیزی که حالا به عنوان هوش در این گزارش ازش نام برده شده، از انسان بهتر هست. ما الان در صنایع پزشکی، در صنایع نظامی خیلی محدودیت داریم برای استفاده از هوش مصنوعی، با وجودی که تمام مطالعات نشون میده که مثلا تصمیم گیری هایی که در بحران مثلا در صنایع نظامی انجام میشه در موقع جنگ توسط هوش مصنوعی بهتر انجام میشه، ولی برای اینکه شما بخواید این رو اثبات بکنید نیاز به یک جنگی دارین و نیاز به این دارین که اینها ایمپلیمنت شده باشن، اجرا شده باشن، شما ببینین اجرا بکنین و بعد مقایسه بکنین با اینکه چقدر از تصمیمات انسانی بهتر هست، اون موقع میتونین بگین این اپلیکیشن در این سناریو بهتر از انسان عمل میکنه. ولی جنرالایز کردنش در واقع خیلی بحث علمی نیست، میتونم بگم بیشتر بحث مارکتینگ و بازاریابیه. ممنونم از شما. سر تحویلی، پژوهشگر فناوری اطلاعات هوش مصنوعی از استکهلم با ما. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش از برنامه 24 که بخش قابل توجهی از اون به بحران ایران و اسرائیل پرداخته بود. در بخش دوم هم مفصل‌تر به همین موضوع میپردازیم. شاید بد نباشه که اتفاقا برنامه رو هم با تصاویر زنده از بیمارستان الاقصی در نوار غزه به پایان ببریم که بسیاری از تنش‌های فعلی از 7 اکتبر از همین باریکه شروع شده.